الحمدلله رب العالمین خدا رو شاکریم به همه نعماتش نعماتی که میبینیم و نمیبینیم نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی صحت امنیت آفیت خدا رو شاکریم توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین شیرین ترین زیبا ترین شیوا ترین والا ترین بالا ترین و عجل نعماتش نعمت ولایت مولا امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیه مسلم خمدلله الذي جعلنا من المتمسکین ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیه مجمعین لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصیر امیری حسینون و نعم الامیر الحمدلله که خدا امروزم به ما وقت داد داد لطف کرد منت گذاشت بزرگی کرد بزرگواری فرمود اجازه داد و برامون خواست زنده باشیم و توی مجلس معتر و منور و مقدس داره هم جمع بشیم عرض بکنیم ماه ماه رجبه و ماه رحمت خدا و ریزش رحمت حضرت حق رحمت الهی که للهی برای ما قابل درک نیست اللهم اینی اسألو که برحمتی کلتی و هر چیزی هر شیعی در رحمت خدا قرار گرفته و تو این ماه رحمت خدا ریزش میکنه و بارش داره و واقعا ما درک نمیکنیم مرحوم سید سید بن تاووس رحمت الله علی در باب رجب که میخواد صحبت بکنه میگه ریزش رحمت خدا در رجب هیچ ربطی به بعد اسلام نداره که این قانونی باشه وضع شده باشه بعد نه این بوده حالا بخوام یه خورده امروزی بگم یه چیز تکوی نیست جاذبه زمین از بعد اینکه نیوتن اینو کشف کرد جاذبه نشد بوده یه جای این جریان منکشف شد بعد نقل میکنه که یه شخص یه روایتی نقل میکنه که شخصی وارد شد بر یک نفری که اون نفر خونه نشین بود زمینگیر بود نابینا هم بود ازش شرح حال پرسید سید متاوس میگه پرسید که چرا اینجوری جواب نداد از دوروری ها پرسید این علت نابینا شدن، علت زمین گیر شدن گفتن این مورد خاصی با شخصیتی به نام عیاز داره گفتین رو حاضر کنید، عیاز رو حاضر کردن گفت مورد تو با این فرد چیه که این فرد نابینا شده با نمیگم دیگه نمیخوام بگم چون قصه برای زمان جاهلیت ماست و قسمش میده که بگو بدونم چیه میگه من همسری داشتم که ده برادر داشت در زمان جاهلیت به زور و با اکراه این ده برادر همسر من از من جدا کرد بی خود به قول امروزی ها هرچی هم من خواهش کردم التماس کردم تقلا کردم تلاش کردم این همسرم رو به من بر صبر کردم به این قصه جاهلیته تا ماه رجب رسید تو ماه رجب دعا کردم که نه تا از این ده برادر بمیرن و یکی نابینا و زمین گیر نه تا مردن این یکی نابینا و زمین گیرش. گیر شد با قدر ظلم ولی نکتش اینه مرحوم سید میگه گفت صبر کردم تا ماه رجب برسه حتی در اصل جاهلیت و مایی که مسلمیم و مایی که مؤمنیم الحمدلله به ولایت مرتزا علی سلام الله علیه و روی فدا خدایی چقدر مفت داریم از دست میدیم نکته هیچ وقت در روایتی نیست یا اقلا من ندیدم که مثلا روایت بگه صدا میزنن عین رمزانیون عین المحرمیون محرم با تمام قداستش رمضان با تمام برکتش یک ماه اهلش مورد خطاب میگیر مورد خطاب قرار میگیرن یک ماه که اهلش مورد خطاب قرار اینر رمضان بعد نکته اینه با موقعی که به روایت مراجعه میکنه تو عین رجب یونی که همتون شنیدید که تو محشر ندا میدن یه عده بلند میشن که صورت هاشون سفید نورانی درخشند از و و و میپرسن اینا چه ویژگی دارن؟ خدا میفرماد اینا کسانی که در ماه من رجب چون تو روایات داریم که رجب ماه خداست در روایات داریم رجب ماه امیرالمومنینه و این ماه امیر بودنش خیلی فضیلته میگه در رجب که ماه منه بدون وجوب اینها روزه گرفتن برای من واجب نبود ولی اینها به خاطر رضایت من بدون وجوب بدون که واجب باشه روزه گرفتن رفقا روزه رجب باید دست ندید ولو به یک روز الان هم که هوا خوبه روزام کوتاهه چشم به هم بزنی پنج پنج جنیم بعد از ظهر و از آن مغرب حالا من کاری با فواید طبی و پزشکی روزه ندارم یه بند خدایی از اقربای ما خیلی روزه میگرفت خیلی مثلا جالبه سلام علیکم کنم یه رو بشت چقدر روزه میگیری گوشه بخواب لاغر کنم گفته اصلا نیتت باطله دیوانه ای مگه به نیت ل... لاغری یا حالا که نمیخوریم بذار نیت روزه هم بکنیم روغن ریخته رو اصلا نیت ایراد داره من میخوام لاغرش هم چیزی نمیخورم میگم خب منتش هم سر خدا بذارم نه روزه بگیرید حالا اگر کسی ایام البیز رو میتونه سیزده چارده پونزه رجب رو که الان به برکت خون شهدا شرایط اعتکاف تو مسجد کوفه هم فراهم خیلی از دوستان ما میرن برای اعتکاف اونجا میتونید معتکف بشید بعد رفقا من دو تا مطلب بخوام بگم یکی این که رجب و شعبان باند پرواز ماه رمضان ما قرار نیست به رمضان برسیم که پاک بشیم ما قرار تو رجب و شعبان تطهیر بشیم تا با پاکی وارد رمضان بشیم تا بتونیم فیوزات رمضان رو درک بکنیم تو خطبه شعبانیه که آخرین جمعه ماه شعبون پیغمبر خوندن و فرمودن اونجا میفرمان فرمان دعیتون فیه اله زیافت الله دعوت شدید به مهمانی خدا زیافت خدا سوال شما وقتی بخواید مهمانی برید هرچی میزبان براتون عزیزتر باشه بیشتر به خودتون میرسید هرچی جلسه رسمیتر باشه میزبان عظیم و شن باشه بهترین لباستون بوشی بهترین عطرتون میزنی بهترین کفشون بوشید طبیعتا مدت زمانی هم که میذاری به خودت برسی و خودتو مهیا کنی حالا یه سشوار یه شونه چیزی بیشتر چی میخوای بگی؟ میخوام بگم کدوم آدم عاقلی میخواد بره مهمونی لباسای های مهمونشو میزنه زیر بغلش میره در خونه میزبان در میزنه در, در که واکرد میگه قربون دستت این گوشموش های اتاق نداریم ما لباس عوض کنه ما قرار مهیا بشیم برای مهمونی خدا قرار نیست رمضان برسه تا تازه بریم لباس لباس بله امام سجاد الهی البستن الخطایا ثوب مزلتی میگه خدای خطا یعنی گناهان گناهان لباس زلت تن من کرده البستن الخطایا ثوب مزلتی از اون میگه لباس تقوی که خیر و لباس تقوا بهترینه کی باید اینو عوض کنیم تو این یه چیزی بگم تو بعضی از روایات اومده که تو رجب ذاکر باشید به ذکر استقفار به این سیقه استغفر الله و اسأله توبه تو شعبان میگه بگید استغفر الله و اتوب الیه اینی که این دوتا سیغه فرق میکنه حرف داره استغفر الله و ال توبه یعنی استغفار میکنم و میخوام که برگردم میدونید که روایت میگه که در تو که ما میکنیم برمیگردیم سمت خدا اول توبه خدا به سمت ماست اول خدا به ما رو میکنه یه نگاه میکنه تا ما میتونیم توبه کنیم به قول امروزی ها میگن تا خدا به کسی توفیق توبه رو نده طرف نمیتونه توبه کنه استغفر الله و اساله و توبه یعنی کار دست توه تو یه نگاه ما بنداز یه گوشه چشمی بکن اسأله میخوام ازت که اجازه بدی برگردم این بر به رجبه تو شعبان میگه استغفر الله و, و اینجا فاعل منم دیگه من دارم برمیگردم اینی که خدا با آدم نظر بندازه تو این ماهه تو این ماه اتفاق میفته اینجا خدا نگاه یعنی یه جوری باید به چش خدا بیای امروزیش میشه یه کاری باید بکنی خدا خوشش بیاد حرف دارم اینجاها اینی که یه کاری باید بکنی خدا خوشش بیاد و حرف دارم اصلا نمیگم وایستا چند هزار رکت نماز بخون بنیهش رو داری میتونی حالش رو داری خدا رحمت کنه آیت الله خوشوقت و من خودش فرمود مستحبات برای زمان حال آدمه حال نه زمان فعلی یعنی آدم باید حال داشته باشه تو عمل مستحبی رو بدون حال انجام بدی منزجر میشی خب حالا این نمازهایی که وارد شده میتونی حالش رو داری بس بخور مثل نماز از سلمان اما حرف من این نی حرف من اینه استغفر الله و اسأله و توبه اخ خدا میخوام منو برگردونه از خدا میخوام اجازه بده باید یه کاری کنی خدا خوشش بیاد حالا اون کار چیه من بلد نیستم یعنی یک کلیتی وجود داره که امیر المومنی فرمود ان الله تعالی اخفا فی اربعت خدا چهار چیز رو تو دل چهار چیز مخفی کرده اولیش اینه اخفا رضاهو فی طاعته خدا رضایتش رو در طاعتش بخواه ولا تستسقرن شیئا من طاعته فروب بما وافق رضا و انت ببین هیچ طاعت خدا رو کوچیک نشم یهو همونی که تو فکر میکنی کوچیکه باعث میشه خدا راضی بشه خیلی حرف خدا از کسی راضی بشه اخفار از آخو فیتاد ولا از قرار نشای امن طاعته فروب یعنی چه بسا گاهی یه ات... طاعت کسی چشم میرم وافق و رضا خوب انتلاعت واو حالی است این موافق رضایت خداست حضرت داوود این روایت خیلی شیدینه حض... تو انبیا داوود و موسا خیلی با خدا مناجات داشتن خیلی اومده تو روایت حضرت داوود به خدا عرضیات خدا این میزان رو به ما نشون میدی ببینیم میزان یعنی چی ترازو و وزع المیزان میزان میزارن. هیل میکنن اعمال ما رو میسنجم میکشن ببینن چیزی به درد بخوری داری میدم خدای میزانو میشه خطاب رسید داودی نگاهی بکن به آسمان نگاهی داوود دوفیه دیدم یه چیزیه که هر کفش شرق تا غرب عالمو گرفته کره زمین که اصلا بازی نیست تو عالم امکان شرق تا غرب عالم رو گرفته به خدا گفتم خدا دورت بگردم اگر کسی از تولدش تا مرگش ولو به عمر نوح ولو به عمر نوح من میگم تو رو باید نیست از تولدش تا مرگش گناه نکنه اصلا خیرات انجام بده من انجام بده مستحبات انجام بده واجبات اصلا تمام عوامه رو اطاعت و تمام نواهی رو کنار بذار باز این ترازو پر نمیشه بابا تو چه جوری نبا خطاب کرد داوود دقت خطاب کرد داوود اگر من از بنده ای راضی بشم با شک قطم من تمر نصف خورما نه یه خورما که در راه ما صدقه بده همش رو پر میکنم فقط من باید از این راضی بشم این راضی شدن خدا از انسان به زنگاه هاست یعنی چی به ها ببین من به شما زنگ میزنم ساعت ده شب میگم عزیزم 500 هزار تومن داری برام بزنی میگی نه شرمندم فردا تو به من زنگ میزنی میگی رفتم بانک شماره حساب رو بده من پنجاه میلیون برات بزنم میگم عزیز من دیشب لنگ پونصد هزار تومن بودم الان نمیخوام یه جایی یه خیری رو باید سر وقتش انجام بدی همون کارو قویتر از اون کارو بهتر از اون کارو غیر اون وقت انجام بدی دیگه به کار نمیاد تند بگم فقیر بودا ببین آسمان باقر شفتی انقدر فقیر بود و قحتی اومده بود تو نجف با من باش هیچی چی نداشتم بخورن این طلبه ها و ندا اصلا قحطی بود نون گیر نمی میرفتن در خونه اقنیا تو این دورریزشون لبه های نون رو می گرفتن، می آوردن خورد میکردن دوباره خمیر میکردن کردن چیز درست می خوردن صبح قبل اینکه بچه هاش بیدار بشن برای اینکه قرقر بچه ها رو نشده می زد بیرون شب باقی که خواب بودن می آمد. یه روز زنش صدا زد گفت من با تو میزنه بیرون من با این بچه چیکار کنم نداریم حالیشون نمیشه قحطی حاله بابا سه روز هیچی نخوردن یک به غیرتت بر بخوره اینم بلند شد طلبه رفت در خونه این رفیق یه درهم در خونه اون رفیق یه درهم این اونور اون ور یه پولی یه پول دست و پا کرد سبکترین گوشت معکول سیرابی نه گوشت راسته نه گوشت لخت نه ران سیرابی خرید توی ظرفی بیاره خونه درست کنه بچه ها بخورن جون بگیرن تو را داشت می اومد دیدیه سگی افتاده گوشه کوچه بچه هاش هم این هاش هم به سینه مادر آدم چیزی گیرش نمیاد بخورش روز به حیوان چه کنم چه نکنم این اون بزنگاه هست بله بچه هاشم منتظرن اصلا البته من اینم قبول ندارم چراقی که به خانه رواس به مسجد حرام هست اینجوری نیست اگر این قاعده بود کلا ایسا رو شهادت و زیر سوال میرفت نه خیلی وقتا میگم زندگی کنم خونم زنم بچم دار بشم نوام دومات بشن عروس بشن باید سر بچه هم باشم نه اینجا اتفاقا این چراغ به خانه روان نیست باید همش تو مسجد از اینه بشه چه کنم چه نکنم بچه هم گرستن زنم گرگر میکنه این سگه هم افتاده ظرف سیرابی رو گذاشت هل داد سمت سگه ببین انقدر ایستاد تا سگه خورد سینه های سگه شیر اومد بچه هاش خوردن تاگه همون جای سری ازوزهی خدا خود آسمان باقر شفتی میگه از فردای اون روز ورق زندگی من برگشت ببین تاریخ نوشته انقدر خدا از مال دنیا به با آسمان باقر شفتی داد فتح برای جنگ با روسیه از سدمن باقر شفتی وام گرفت دولت علیه قاجاری برای جنگ وروسی پول کم داشت از آسمان از یه شخص خدا احسان صدمن باقر شفتی رو به اون سگ قبول کرده ازش واسه شکو میدم بده اینقدر مگه خزونه خدا کم میاد بابا حالا این سیرابی رو میبرد خونه میخورد هفته بعد میرفت دو کیلو گوشت لخ میگرفت میذاشت جلو این سگ جواب نمیده اینی که آدم کجا اونو انجام بده ولی که اصلا به چشم نیاد و که دیده نشه اون خدا راضی میکنه، اون کار آدم رو بینه این خورده ای امروزی حرف بزنم اینجوری باید آدم خدا دلبری بکنه تو بزنگاه اونجایی که حس میکنه اینجا خدا داره نگات میکنه خدا ببینه تو چی یه پیری بود نام کل احمد باز سالها خدمتش می رسید امثال آیت الله الازم به های دینیشون رو تایید می نه اینکه حالا یکی از این پیرایی باشه که خیلی ها متهمه به تصوف و عرفان های کازه و اینا نه ما سال ۷۲۹ اینشون از دنیا رفت ۷۲۲، ۷۸۰ اینجا شاید مال سال ۷۷، ۷۷، ۷۸ می رفتیم ۱۰ روز آخر ماه قمری بود طلب ها سر ماه قمری بود. مبلغ ناجزی شهریه میکرد قشنگ خاطر هم هست ۱۰ روز آخر ماه قمری بود من بودم با یه 25 تومنی 25 تا تک تومنی ها این 25 تومنی زردا بود دو رنگا از اون من بودم اون خودم داشتم. داشتم میرفتم سمت خونه کل احمد میرفتم می نشستم از حضورش استفاده صاحب مقام تشرف بودش یه جایی عقب نشینی داشت تو خیابون آذر قوم عقب نشینی داشت داشتم اونجا رد می شدم مغازه بود یه مغازه دوباره تجده بنا کرده رفته بود عقب تر یه آقای نشسته به من گفت جوون گفتم جانم و من گدا نیستم به قیافش میخورد که اصلا گدا و متکد دیره نمیش یادم نیگو برای کاشونم یا برای عراکم برای که شهرهای اطراف کن گفت گدا نیستم و از همم بعد اون موقع کار تو حواله با اینا نبود که پول بزنم به حساب گفت که من اومدم قوم پول تموم کردم در بیوتات علما هم نمیرم چون یکی از مصارف زکات و ابن سبیله میشه کارم رو بندازی بودم چشم من با خودم بودم بیس پنج دارم دیگه تنها هفتش روزم مونده تو دهه آخر ماه از بود حالا خورد و خوراک و کرایه و همه چیز من با این 20 واقعا بیس پنج تومن میرم این مغازه بیس پنج رو خورد میکنم ده پونزه تومن به اون میدم ده تومن خودم برم دارم. گفتم دیگه رفتم تو مغازه خدا من یه لحظه خودم گفتم این پولو خورد کنم قبل اینکه این پول خورد بشه شخصیت این بیچاره خورد شد تو مگه خدا رو رزاق نمیدونی اون میبینه بده بره دیگه ما اومدیم یه خورده لات بازی در آوردیم و گفتم آقا 25 دمارد. خیلی خوشحال شد رفت منم رفتم خونه کل احمد مثلا فاصله مون شاید بیه رو دقیقه شد تا رسیدم خونه شو. در زدم و رسیدم خدمتشون نشستم و سلام علیک احوال پرسی یهو گفت که نزدیک بود به خاطر 25 تومن تو امتحان خدا رد بشه خیلی حرف نزدیک بود به خاطر 25 تومن اصلا اون موقع رقمی می بود برای ما نه بگو 250 میلیون تومن یه کاری بکنید تو ماه رجب به چش خدا بیاید خدا ببیندتون یعنی میبینه ها خوشش بیاد حرف دومم که میخوام بزنم خیلی سریرت بشم عجایبیه که تو موالید شهادات ماه رجب داریم ما خب میلاد امام باقر میلاد امام هادی به نقلی دو رجب شهادت حضرت هادی رو پشت سر گذاشتیم روبروی ما میلاد حضرت جواد الائمه گل پسر علی ابن رضا چون امام رضا میدونه تا 48 سالگی فرزند نداشت سلام الله علیه و رفت. بعدم که بچه دار شد امام رضا فرمود مولودی به مبارکی جواد الائمه متولد نشد حالا چرا و ایناش بماند که به امام تهمت ابتر بودن می زدن و می گفتن تو امام نیستی و امامت بعد موسیم جفر متوقفه و با میلاد جواد تمام رشته واقفیه تمام رشته هاشون پنبه شد حالا یه نقلی هم یه چرتگی می زنن یاد بودی برای حضرت علی اصغر چون از نوه رجب تا نوه محرم فیکس میشه شش ماه می گیرن. بعدش سیزده رجب به نقلی میلاد مسعود حضرت امیر المومنی سلام الله علیه و روی فداز که پونزه هم رجب شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه و روی فدا است. تا شاهد ارزم اینجاست بیست و پنج رجب که شهادت حضرت موسی بن جعفر بیست و شیشم رجب و اگر کسی براش مقدوره روزه بگیره من رو این و بیست رجب خورده کار دارم می چند دقیقه اصلا برای همین اومدم خدا من چهار صبح قم را افتادم حالا میام خدا من چهار و نیم من از قم را افتادم الان باید برگردم قم اصلا برای همین اومدم این حرف رو بزنم بیست رجب سال روز ارتحال والد ماجد امیر حضرت ابو طالب سلام الله علیه و روی سلام الله علیه و فدا خیلی آقا از ابو طالب مظلومه میدونید ابو طالب کنیشه. اسمش امرانه چون پسر بزرگی داشته نام طالب عقیل جعفر امیر و دو تا دختر بعد میگه ابو طالب اسمشون امرانه امران ابن شیبه اسم عبد المطلب هم شیب است ایشون قطعا و یقینا صاحب مقام ایمانه که امام رضا فرمود اگر ایمان ابو طالب رو تو یک کفه بذارن و تمام ایمان مردم رو در کفه دیگه بذارن ایمان ابوطالب طالب می و وحابیت ملعون خزلهم الله و لعنهم الله ابو سفیان رو مسلمان میدونه و نعوذ بالله ابوطالب طالب رو کافر فقط به جرم این که پدر امیر المؤمنینه چرا؟ جان اظهار اسلام نکرده مگه قرار به اظهار اسلامه این حمایاتی که شما برید تو رو خدا ببینید شب معراج چه قوقایی میکنه موقعی که پیغمبر پیداش نمیشه بخون تو القدیر هست قریش رو مسلح میکنه به خط میکنه دور کعبه میگه اگه تا بعد از طول آفتاب برادر نیومد اینا رو از مسجد الحرام بکشید بیرون همه رو از دم تیغ بگذرونید تا اعتراف کنن محمد رو کجا بردن اینجوری پای پیغمبر ایستاد. آمد طرف به امیر المؤمنی سلام الله علیه و روی فدا یه تیکه یه ای که نستجی رو بلا نعوز پدرت پدر در آتشه چه یه حرفی زد مولا ناراحت شد فرمود من پسرشم قسیم الجنت و نارم اون وقت پدرم تو آتشه خیلی حرف دارم راجع به ابو طالب اینقدر بگم این خیلی شنیدنیه مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه ابو طالب آخرین وسیع حضرت ایساست تا این مقام که از اوسیای حضرت ایسا یا در نقل از اوسیای حضرت ابراهیمه مؤمن محض آدم میتونه عزیزم الان اونایی که پدر از دست دادن به حق امیر المومین سر صفه ابو طالب مهمانشون کنه اونایی که پدر دارن به حق مولا نگه داره براشون حالا اگه یکی پدرش از دنیا بره یکی براش مجلس بگیره خط بگیره یا اصلا پاش بیاد تو مجلس فاتحه پدر من پدر بزرگ از دست دادم پدر بزرگ 90 مثلا نوود 90 ساله هنوز تو خاطرم هست قالب اونایی که اومدم پدر بزرگم 90 سالش به خدا این خانواده زیر دین احدی نمیمونن یادشون نمیره حالا یکی برای پدر امیر المومنین پدر مظلوم امیر المومنین یه جلسه بگیره روزه مگه داره مگر روزه داشته باشه آدم فضائل حضرت ابو طالب و میگه یکی هم میاد برای نوه آقا حضرت ابوطالب جناب سید و روزه میخونه برای امیر چیزی میخونه میره اصلا هم شلوغیش مهم نیست نفر پای نفر تو مطلب بعدی 27 رجبه گالا چون ماهی جلسه هست من اینا رو عرض میکنم تا تایش میرم چون رجب ماه عجیبیه نکته اول راجب استف رجب اینه که عزیزان من پیغمبر ما حضرت رسول تو محمد صلی الله علیه و علیه و سلم 27 رجب به پیامبری مبعوث شد به این معنا نیست که بهش گفتم پیغمبری برو نه 27 رجب رسول الله مأمور به اعلان شد خودش میفرماد کن نبی یا ول آدم بین ما و تین من پیغمبر بودم آدم هنو بین آب و گل بود حضرت ایسا ای این عقیده باید اصلاح بشه به اعتقاد من فکر میکنن خب پیغمبر تا 27 تا 40 سالگی بود و یهو چل ساله بیری شدن بودو بودو اقره اقره برو اعلام نه عزیز من اینجوری نبوده یه چیزی میگم باز نمی کنم سرچ بکنید دستتون میاد که پیغمبر تا قبل چل سالگی به چه دینی بوده نه نه برید بخورید دیگه نداشته دین نداشته پیغمبر میشه خدا پرست بوده بر... نه بر دین خودش بوده برید بخونید یعنی د... آقا یهودی بوده آقا به یه بیت المقدس سجده میکردن تو نماز انقدر یهودیاتی که انداختن آیه نازل شد قبله تغییر کرد تو مسجد زو قبلته برید ببینید به کدوم دین بوده به چه شرایعی عمل میکرد با چه قیوداتی نعوذ بالله نستجیر بالله هزار مرتبه خاک بر دهانم غیر خدا پرست که نمیدار لفظ کافر که اصلا لفظ شنیعیه در این مقام من بیان بکنم اساتید قرآن نشستن قرآن دو بار فرود آمده یه بار دفعی یه بار تدریجی یه بار همش بر قلب پیغمبر آمده سوال میپرسم ازتون شما بگید این نزول دفعی که همش بر قلب پیغمبر آمده و در یک شب قدر انا انزلنا هو فی لیلت القدر این شب قدر قبل 27 رجب لحاظ زمانی و بعدشه قبلشه قبلش دفعی میاد که تدریجیش از 27 رجب اولیش اقرب کل بکلدی خلق شروع میشه قبلش این قبل این قرآن بر میلاد امیرالمومنین کیه سیزده رجب پیغمبر سی ساله بوده یعنی ده سال قبل از بعثت ظاهری درسته نه شیعه و سنی نقل کردن یعنی هنوز ده سال مونده به پیغمبر بگن اقرا پیغمبر سی سال است پیغمبر مبعوض شد مولا ده ساله بود اومد از کعبه بیرون روز 16 رجب سه روز تو کعبه بود بعد تولد مولا دیگه همه مردمم هم جمع شدن که فاطمه بنت اسد رفته تو کعبه در کعبه هم باز نمیشه تحت این شرایطی جمن که چی میگذره چی اومد بیرون دست به دست شد تو اومد تو دست پیغمبر تو آغوش پیغمبر پیغمبری که ده سال به بس از مونده شیعه و سنی نوشتن مولا به حرف اومد بسم الله الرحمن الرحیم اشهد الله لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله و اشهد انی ولی الله تو پیغمبری من و یا رسول الله زبور بخونم بهتر از داوود تورات بخونم بهتر موسا انجیل بخونم بهتره قرآن میخوای بخونم هنو ده سال مونده به بس بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون خب اینا کجا خونده مولا مولا اینو کجا خونده که اینم حالا بگم پیغمبر تا این آیه رو خوند تکلیف بشر رو تا روز قیامت در باب رستگار شدن روشن کرد قد افلح المؤمنون مولا گفت قد افلح پیغمبر فرمود قد افلح المؤمنون به ولایت یا علی مؤمنا با ولایت تو رستگار میشن بعد پیغمبر فرمود اد الا تفولیت طفولیتت اد اوت کن برگرد به بچگی و سکوت کن ایسا آیه قرآن ایسا سلام الله علیه و علی نبی و علیه وسلم حضرت ایسا این داشته باشید اک اقل سنی که برای نبوتش نوشتن هفت سالگیه اقل سن دیگه هم داره اما موقعی که تو آغوش مریم سه روزه بود برگشت همه به مریم گفتن آخ آخ آخ, آخ, آخ خراب کردی نعوذ بالله نستجیر رو بهش تهمت زدن و قرار بود که او حرف نزنه و اشاره کنه به طفل آیه قرآنه این بچه حرف بزنه قال انی عبدالله ادامهش آتانی الکتاب فیلم میگه به من کتاب داد و جعلنی نبیا منو پیغمبر قرار داد نگفت سوفا یجعل نبیا بعدا من مثلا پیغمبر قرار میگیرم دی... می سه روزشه من آیش یادم نمیاد اگه آجای خورمیان کمکم کنه جبرئیل نازل میشد آیاتو بر پیغمبر بخونه پیغمبر جلو جلو میخوند میره جبریل تو سوره قیامت و لا تحرک لسانه که لتعجله به درست گفتم و لا تحرک لسانه که لتعجله به به خطاب رسید پیغمبر این زبونه تو جلو تر جبریل حرکت نده و لا تحرک لسانه این تو قلب پیغمبر بوده بیست و 27 رجب به پیغمبر گفتم برو اعلام کن وقتی فکر نکنید تا سه بیست رجب پیغمبر پیغمبر شد این عقیدتون رو اصلاح بکنید و حرف آخر سعی میکنم تو پنج دقیقه بگم اونم این که 27 رجب در تمام روزهای سال و شبهای سال ممتاز در یک باب از دستش ندید یعنی چی؟ پادشاه ها پادشاه دومکولوف درست درمون امپراتورها یک روز رو تو سال میذاشتن به نام بارعام بخشش عمومی هر کی می اومده هر چی می یه مفاتیح می داریم اما روز بیست رجب می دادن بار عام امیر روز بیست رجب بیست رجب زیارت امیر وارد شده عجیب غریب هر کی میتونه تونه خودشو برسونه نجف اگه پیدا کنم هر میخوام از رو مفاتی اگه پیدا کنم نه که خودتون برید پیدا کنید بخونید عجیبه که ابن بطوته شیخ عباس نقل میکنه از یه کتاب چیز نمیگم براتون سفرنامه نمیگم از مفاتی که شیخ عباس نقل میکنه ابن بطوته میگه من رسیدم نجف در روز بیستف رجب اومده که پیدا کنم میگه من رسیدم نجف یه روز بعد بیست هفت رجب دیدم قلقله است آها اینجاست آره احسند اینکه آقا میفرمان درسته میگه که رحله ابن بطوته در بیان ورود خود از مکه معظمه به نجف اشرف است که روزه و قبر مبارک مولای من امیر المؤمنین اینه که از تمام شهرها که اونا میگفتن حالا رافزی منظور شیعن میان برای این روزه مبارکه در شب روز 27 رجب کراماتی ظاهر شده از جمله این که در شب 27 ماه رجب که نام آن شب نزد آنجا لیلت المحیاست محیا یعنی چی؟ زنده شدن زندگی شب شب رجب خیلی عجیبه این شبا لیلت المحیاست می آورند از عراقین. عراق عراق عرب را عجب خراسان بلاد فارس و روم هر شل مفلوج و زمینگیری که هست جمع می شوند از آنها قریب به سی چهل نفر در آنجا پس از اشا میآورند این مبتلایان را نزد زریه مقدس و مردم جمع می شوند و منتظر خوب شدنند انقدر کرامت امیر المون تو شبی بیست و به عالم امکان جاریه منتظر خوب شدنند این تیکه عجیبش اینجاست و برخواستن آنها و این جماعت از مردم بعضی نماز میخوانن بعضی ذکر میکنن بعضی قرآن تلاوت میکنن بعضی تماشای روزه منوره میکنن خدا روزی کنه بریم نجف تو ایوونش بشینیم فقط نگاه کنیم مرقد متحر و شد تا آنکه که بگذرد نصف یا دو سلسه شب نصف شب میگذره میریم به سمت از آن صبح ببین ابن بطوته میگه دو که ب... مرحوم آشقباس هم آورده دو سلسه آن وقت جمیع مبتلایان جمیع و زمینگیران که حرکت نمی توانستند بکنند برمیخیزند در حالی که صحیح و تندرست می باشند و علتی در آنها نیست و میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله و این امر مشهور است و فلان میگه من رسیدم اونجا دیدم یه سری هستن خوب نشدن گفتم شما چرا خوب نشدید گفتن که ما به شب 27 رجب نرسیدیم یه روز دیر رسیدیم میمانیم تا 27 رجب سال آینده ببین مفاتیه من اینجا رو علامت میزنم هرکی خواست بیاد نگاه کنم این شب 27 رجب رو. تونستی بری نجف نکرتم نه تونستی دمتو نتونستی از دور این زیارات امیر رو بخون حال زیارت خوندن هم نداری یه ارتباط دلی با امیر بگیر ببین مطمئن باش همینجوری که الان مطمئنی آفتاب زده و روزه از این مطمئنتر باش امیر المومین شبیه استفر رجب احدی رو دست خالی رد نمیکنه السلام علیک یا مولانا یا عباد